جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران با نام رسمی 2500 سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران به دست کوروش بزرگ، نام مجموعه جشن‌هایی است که در زمان سلطنت محمد رضا شاه پهلوی از تاریخ 20 تا 24 مهر 1350 در تخت جمشید برگزار شد. در این جشن‌ها سران حکومتی و پادشاهان کشورهای مختلف جهان شرکت کردند و تمدن و تاریخ کهن ایرانی را گرامی داشتند. پیشنهاد برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی اولین بار توسط شجاع‌الدین شفا مطرح گردید. برای برگزاری جشن‌ها سازمانی به نام شورای مرکزی جشن‌های شاهنشاهی تأسیس شد. اسدالله علم به عنوان رئیس این شورا و سناتور جواد بوشهری هم نیابت اعلا را بر عهده داشت. جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در شهر مرودشت و در کنار تخت جمشید با حضور سران کشورهای مختلف جهان برگزار گردید. 20 پادشاه و امیر، 5 شهبانو، 21 شاهزاده، 16 رئیس جمهور، 3 نخست وزیر، 4 معاون رئیس جمهور و 69 وزیر خارجه از 69 کشور در مراسم شرکت کردند. از میهمانان در خیمه‌های بزرگی که به همین مناسبت سفارش داده شده بود پذیرایی شد. شرکت فرانسوی مزون جانسن طراحی و دکور خیمه‌های جشن‌های 2500 ساله را بر عهده داشت. زدنی کلیشکا، آهنگساز برجسته اهل چکسلواکی، قطعاتی را برای این جشن‌ها تحت عنوان میراث دوران‌ها ساخته و تنظیم کرد. آغاز مراسم در پاسارگاد و در جوار آرامگاه کوروش بود که طی آن شاه نطق خود را خواند و سپس سران و پادشاهان 69 کشور جهان به کوروش بزرگ ادای احترام کردند. 10 میلیون بیننده این مراسم را از تلویزیون تماشا کردند. پس از پایان پیام شاه، 101 تیر توپ در آسمان پاسارگاد شلیک شد. تاج گل با شکوهی نیز در پای آرامگاه کوروش قرار داده شد. ادعا شده که در آخرین شب حضور سران کشورها در ایران از رستوران ماکسیم در پاریس سفارش شام داده شده بود. هزینه برگزاری جشن‌ها 120 تا 300 میلیون تومان، معادل 22 میلیون دلار با نرخ برابری سال 1350 از سوی منابع مختلف ذکر شده است. البته رقم هزینه شده برای این مراسم به گفته عبدالرضا انصاری که مسئول مستقیم برگزاری جشن بود نزدیک به 200 میلیون تومان بود که 60 میلیون آن از محل کمک بخش خصوصی، 50 میلیون از محل کمک دولتی و بقیه از محل ذخیره دفتر برگزاری جشن‌های شاهنشاهی تأمین شد. این در حالی است که ژان لوروریه هزینه جشن‌ها و پروژه‌های عمرانی مرتبط را 500 میلیون دلار و ویلیام شوکرا 300 میلیون دلار برآورد می‌کند. البته این هزینه‌ها شامل ساختن بنای یاد بود، توسعه زیرساخت‌ها و راهسازی نیز بود. در پایان این جشن‌ها 12 میلیون تومان در صندوق کمیته برگزاری جشن‌ها باقی ماند که به تکمیل مسجد اعظم آیت الله بروجردی در قم اختصاص یافت. رژه تاریخ نام رژه‌ای بود که در روز دوم جشن در مقابل تخت جمشید برگزار شد. در این برنامه ارتش ایران در دوره‌های مختلف تاریخی در برابر شاه و میهمانان رژه رفتند. برنامه با تقدیم نامه‌ای از سوی ملت به شاه ایران به وسیله دو سوار که از مجلس شورای ملی در تهران تا مرودشت را با اسب طی کرده بودند شروع شد. آغاز رژه با به حرکت در آمدن درفش کاویانی در مقابل صف سربازان بود و در ردیف دوم درفش همانشان کوروش و ارتش هخامنشی قرار داشتند. برج شهیاد به یادبود جشن‌های 2500 ساله در تهران طراحی و ساخته شد. در جریان جشن‌ها منشور حقوق بشر کوروش بزرگ به رغم مخالفت دولت وقت بریتانیا برای چند روز به ایران آورده شد و به نمایش درآمد.
ممنون که تا پایان با ما همراه بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لایک کنید و برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید.